دیماه 1400 من یهو یه حمله قلبی به هم دست داد و اومدیم تهران. دکتر گفت یا باید عمل بشی یا باید بپذیری و چند وقت، و عملم عمل سنگینیه، 50-50 است. اگر حاضری عمل بشی بسم الله، اگر هم نه برو زندگی تو کن. چاره‌ای هم نبود، گفتم آقا میپذیرم. شب عمل امضا زدم. خب ترس تو وجودم بود، دوست نداشتم بمیرم، اصلا دوست نداشتم بمیرم. به این پرستاره، چون رفته بودم تو ریکاوری قبل عمل، به این پرستاره گفتم میشه برم تو حیات؟ گفت نه. گفتم خواهش میکنم. اومدم تو حیات، یک گوشه بیمارستان نشستم، دوتا زانون رو بغل گرفتم، گفتم یا حضرت زهرا، من نه شعر بلدم نه کاری کردم، شما گردن گرفتی ما رو، من دلم نمیخواد بمیرم، میترسم. یه چیزی گفتم بهش، اون موقع نفهمی من بود، بلند شدم اومدم، دیگه حالم یکم خوب شده بود، دیگه آماده کردن، دیگه نزدیکای صبح بود، نماز صبح، گفتم باید بریم واسه عمل. من چون خانواده بودن نمیخواستم اینا ببینن منو روی برانکارد میبرن، گفتم با پا خودم میام. اومدم تو اتاق عمل، منو گذاشتن رو تخت، دوتا دست رو بستن، دوتا پا رو بستن، گردن رو بستن و کمر رو بستن. دکتر اومد بالا سرم، گفتش که ببین عمل سنگین طولانی، من گشنمه، باید غذا بخورم. دوباره بازم کردن، منو که وا کردن دور و برم و دیدم این چاقو و اتاق سبز و، دوباره این ترس اومد و اصرار میکردم به این پرستار خواهش میکنم بیهوشم کن. هماهنگی ها انجام شد. یه رفیقی قبل از این که من برم گفت، شیخ جعفر شوشتری میگه هر جایی که هستی سه مرتبه بگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، که انه زیر قبه ابی عبدالله. این اومد که اینو بزنه، گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، و تمام عمل انجام شد. از اینجاش باید از زبون بقیه‌ای که دیدن و اون چیزایی که خودم دیدمه. بعد عمل یه حمله‌ای به هم دوباره دست میده و من فقط میبینم که تمام این بیمارستان شیشه است، همه یه طبقات شیشه، چشم تا چشم همه شیشه، و دیدم از در این اتاق، من کنار میزم یه صندلی پلاستیکی بود، دیدم یه آقای اومد و کنار صندلی پلاستیکی نشست. هر کاری کردم سرمو بلند کنم که صورت ببینم نمیشد، من فقط تا اینجا رو میتونستم ببینم، فقط میدونستم که ابی عبدالله است. سلام الله، سلام الله علیه. گفت چته؟ گفتم آقا درد دارم. یه دستی رو سینم کشی، گفت خوب شد. گفتم آقا درد دارم، گفت خوب شد. تو همون حال به هم میگفت روزه بخون. من اسم شاید چند صد تا مداح تو ذهنم میپیچید، این ولی اجازه بروز هیچ کدومو نداشتم. اسم یه دونشون هی میومد، فلانی باید بخونه. خب تو فیلمایی هم که هستش مداحی خیلی ها رو میذاشتن دم گوشم، چون من بعضی جاها حرف میزدم، کلمه میگفتم به زور که مداحی روزه بذارید. هر صدایی میذاشتن اونور من چیزی نمیشنیدم، میگفتم فلانی. زنگ زدم بهش، گفتن که حالش بده، میشه روزه بخونی؟ فقط یادمه گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
این همه سال من شنیدم در و دیوار گریه میکنه و به هم میریزه، یعنی چی؟ به یک لحظه دیدم همه چی به هم پیچید و ابی عبدالله یه هقی زد و گفت روزه ازت زهرا. سلام. انقدر حال بد شد که دیگه همه رو از اتاق بردم بیرون، دیگه صدای سود ممتد. من دیدم ابی عبدالله بلند شد که بره، حالا هر کاری دلم میخواد بکنم که آقا نره، و خودم هم دوست نداشتم برم، چون دوست نداشتم بمیرم، اصلا دوست نداشتم بمیرم، میترسیدم. هی صدام زدم آقا میشه نری؟ من چون هی از اینجا، ولی حس میکردم که نگاه میکنه، هی میگفتم آقا میشه نری؟ و ابی عبدالله که از اتاق اومد بیرون، از این اتاق اومد بیرون، یه ضربه‌ای به هم وارد شد و من چش وا کردم. من اینا رو یادم نیست، اینا چیزایی که میگن و فیلماش هست، و من هی داد میزدم آقا رفت جلوشو بگیرید. هم میگن چی میگی آقا کیه؟ گفتم آقا رفت جلوشو بگیرید. خیلی سخته وقتی نتونی آقا رو ببینی. من هنوز که واسه رفقام تعریف میکنم میگم ای کاش میتونستم یک لحظه ببینم، نشد. هر طلبی که کرده ای جواب رد شنیده ای، آه که هر چه خواستم چون و چرا نمی کنی. همیشه از تو خواستم سود بلا ضرر فقط، ولی تو هیچ دم مرا خرج ربا نمی کنی. در سبد میوه تو انار کرم خوردم، نگاه می کنی مرا ولی سوا نمی کنی.